سوال دو، ممنونم. سفری، مرسی. طباطبایی، طباطبایی، اتبایی. ای بابا دوباره قد شد، نیستم. طباطبایی، اتبایی، طباطبایی هست، فرحمند، اتبایی هم هست، فرحمند. ممنونم. فرودامنش، مرسی. فسیحی، فسیحی مقدم، فسیحی رو دیدم، مقدم. ممنونم. قهرمانی، ممنونم. کامرانی، کامرانی، مرسی. کفایت، ممنونم. کمالی مقدم، مرسی. کمره ای، ممنونم. کنگانی، مرسی. کوچک، کوچک، مرسی. گرامی، ممنونم. گودرزی، مرسی. محسنی، محمدی، ممنونم. مربی، ممنون. همدانی، ممنونم. وطنی، مرسی. یزدان، ممنونم. خب محسنی نایمد آقا، بسیار من اطلاع بدم و کلاس شد. آه محسنی هم من دیدم. خب بسیار خب، خدمت شما عرض کنم که سلام علیکم. من چند تا نکته میگم خب، ولی سوال جواب نمیدم. چرا؟ چون که سوالاتون بزنیم آخر کلاس. علتش هم اینه که برق منزل ما گفتم رفته و لپتاپ بالاخره اندازه یک کلاس شارژ داره. نمیدونم که شارژش پر بود البته که برق، ولی یه وقتی دیدی عشقش کشید که دیگه شاید به ما نده. البته اینجوری نیست، لپتاپ خوبیه، به ما راه میاد. مشکل اصلی موبایل. چرا؟ چون وقتی برق میره نت هم میره و من الان هات اسپات کردم رو موبایل و متاسفانه موبایل هم اونقدر شارژ کافی نداره. حالا امیدوارم که تا آخر کلاس ادامه پیدا کنه. اگر نشد دیگه، حالا من سعی میکنم توضیحاتم کامل باشه در مورد نه پاورپوینت هم گم شده. پاورپوینت داشتم، یه پاورپوینت هم هدیه گرفتم، جفتش با هم گم شده. نه پاورپوینت توی انباری جای باید بده، نه دارم الان خلاصه یعنی چیز. ولی مثل این که برق اومد، نکنسین صدای اومد، بعد اومد. خب خدا رو شکر خیلی زود اومد، توقع نداشتیم از دولت عزیز. واقعا شوکه شدم که اینقدر سریع اومد، یا نیم ساعت. خب بسیار، در مورد امتحان دو فردا آقایون امتحان دارن و امتحانتون 6 تا سواله. من هیچ شک کردم یکی را گفتم 5 تا، 6 تا را خودم شک کردم. چند را ببینید از این دوره رو؟ نه 5 تا. خب 5 تا سواله، منتها ارسم دستت برای چی برای دستت برای منتها دوتاش دو بخشیه. از این دوتا سوالی که هست من چیز این تصویرم رو قطع میکنم چون که آنتنم ضعیف شد، برق اومد ولی حالا تو تنگ تنگ برگرده. اینجا اینجوریه،
که صدای من داری نه آقا وسط صحبت کرده من برای چی دست بالا میکنید و تایپ میکنید اینا من متوجه نشد خب پس تایپ و سوال و این وسط حرف من چیه داستان مثلا نفهمیدم با کلاس دیگه اشتباه گرفتن آقایون من دارم صحبت میکنم کسی نه تایپ میکنه دست بالا میکنه تا وقتی که صحبتم تموم شد من تصویرم رو قطع کردم چون که با نت گوشی هستم یه ذره سرعتش اومده پایین یعنی چیز شد آنتنم ضعیف شد آنتنم بالا برای همین ترسیدم که مشکلی پیش بیاد بحثش کرد خب حالا تا اینترنت بحث چه طول میکشه اینترنت منزل خدمت شما عرض کنم که 5 تا سوال دو تا شماردیه همش هم تشریحیه امتحان رو همش تشریحیه از کجاست از 4 تا پروکوپی که به شما دادیم و مثال هایی که حل کردیم خب مثال ها هم پروکوپی هاست دیگه سوالش فرقی نداره خب پس همین 4 تا پروکوپی که به شما دادیم امروز پروکوپی 4 رو هم کامل میکنیم یکی مفتش که آقا امروز هم میکنیم چرا تو امتحان میاد اولا که امروز هم میکنیم میتونه تو امتحان میاد دوم که ما عین اینا رو تو مثال ها قبلا حل کردیم هم داریم یه جورایی در واقع دوره میکنیم بعد حل تکلیف شما رو داریم میکنیم شما اینا رو قبلا دیدید سوالش بعد نه سخت نیست در حد همین سوال در حد همین پروکوپی هاست زمانش رو حالا با آقای سلیمانی من مطرح کردم ایشون خودشون خدمتون عرض میکنه خب امروز نه الان توضیح میدم تایپ نکنید آقا جان خب بعد این از امتحانتون که 5 تا سوال دو تاش دو موردی همش تشریحیه باید عکس بگیرید بفرستید که خب وارد هستین بعضی از بچه هم کلاس پرسن آقا باید پی دی اف باشه گفتم که نه نیازی نیست که پی دی اف باشه همین عکس هم بگیرید مسئله ای نداره خواستیم پی دی اف هم بکنید بازم مسئله ای نداره هیچ فرقی برای من نداره چون که امتحانا سبکش مثل تکلیفا نیست امتحانا رو من دونه دونه سوالا رو بعد باز بکنم ببینم نمره بدم تکلیف چون همشو با هم داد داد میکنه وقتی عکس باشه داستان باشه حالا عکس چی امتحان عکس هم باشه مشکلی ایجاد نمیشه و خدمت شما عرض کنم که این از کجا میاد ایشم که گفتم بعد من فرقی نداره واقعا برای من فرق نداره هر کدوم باشه بعد دیگه تکلیف امروز نداره چون فردا امتحان داره فردا هم چون سه شنبه امتحان شیمی و زیست داریم بازم چیه؟ تکلیف نداره منتها سه شنبه تکلیف داریم از توان ما امروز الان پروکوپی 4 رو حل میکنم بعد میریم سراغ توان خب یه ذره توان با هم دیگه کار میکنیم بعد فردا رفع اشکال داریم فردا صبح قبل از امتحان رفع اشکال هر کس سوال داشته باشه میاد میپرسه یا سوال فلان پروکوپی مثلا فلان خب ما حل میکنیم سوال تکراری نداریم خب فردا حواستون باشه ما رفع اشکال کنیم یکی سوال پرسید و یه نفر بعد میاد میگه آقا سوال مثلا یکی میگه سوال دو پروکوپی دو بعد دوباره مثلا یه رو بعد نفر بعد میاد میگه آقا سوال دو پروکوپی دو نمره کم میکنم ازش حواستون جمع کن این یعنی اینکه سر کلاس حواسش نبوده یه وقت طرف میگه آقا سوال دو پروکوپی دو رو که توضیح داری من این تیکه رو نفهمیدم اون یه بحث دیگه است ولی اینکه بیاد اصلا ندیده باشه ندونه که ما حل کردیم بگه آقا این سوال سوال حل کنید این ازش نمره کم شه یعنی سر کلاس حواسش نبود از اول تا آخر کلاس رفع اشکال اون حواسشون هست و اینکه اگر رفع اشکالمون تموم بشه و شما این سوال نداشته باشین برمیگردید دوباره سراغ توان توان رو ادامه میدیم سه شنبه هم توان رو ادامه میدیم یه تکلیف توان به شما میدیم تکلیف 15 نمره ای آقای من دیگه کم کم دارم عصبانی میشم دارم خودم کنترل میکنم این آقایی که دارن تایپ میکنن منتها یه وقتی که
عصبانی شدم و همینجا نمره کم کردم قبل از اینکه کار به فردا برسه. تکلیف 15 نمره‌ای داریم که خب طبیعتاً هم حجمش بیشتره سه شنبه، چون که دو روز تکلیف نداشتیم و اینکه خب از توان هیچ کاری نداشتیم و به جای 5 نمره 15 رو از یعنی جای 3 تا تکلیف حساب میشه، زمانش هم بیشتره، زمان تا جمعه به شما وقت بده. خب پس تکلیف سه شنبه دون خیلی مهمه، جای 3 تا تکلیف حساب میشه، حواستون باشه. نمره اسم مثلا ننویسی دفعه 0 میشی 15 نمره رو از دست میدی، حواستون جمع. اون توی چیز کارنامه تابستونی تو نمیاد، اون جزء نمره مستمر ترم اولتونه، مثل بقیه تکلیفاتون. اون تو مسئله اینه که 3 تا تکلیف حساب میشه، حواستون رو جمع. خب فردا پس امتحان از توان نیست، فردا امتحان از پولوکوپی 1, 2, 3, 4. آقا چی بخونیم؟ پولوکوپی ها رو من میذارم آقایون یه دوره بخونم مثال رو اینه رو بعد پولوکوپی ها رو دوره بشینم حل کنم. اگر سوال اینه که چی بخونیم، پولوکوپی ها رو دوره بشینم حل کنم، خودشون رو حل کنم، یا اگر منزل کسی هست که میتونه زحمت بکشه سوال ها یه تغییری بده، تغییر بدن شما هم، یا اگه خودت تغییر میدی تغییر بدی حل کنی، باز بهتر از این که همون رو حل کنی. خب یعنی بهترین حالت اینه که خودت تغییر بدی و خودت هم حل کنی، اگر نه اگه کسی بود زحمت بکشه این کار باید بکنه، مادر پدر مثلا خواهر برادر اینا تغییر بدن، اگر نه همون رو حل کنی. باز خیلی چیزی نیست، این نحوه خوندن تو اون ریاضی خوندن نیست. آقا من پولوکوپی بردم، آها این سوالی اینجوریه اینجوریه، آها فهمیدم، بعد میرسر هم دارم همه این سوال رو هم دیگه حاکی میکنی، باید حل کنی تا بتونی که دستت را بیفت. خب حالا اگر سوالی داریم بپرس. خب آها بگیم آها تاور صورت نه اسم، ولی هر سوال باید داشته باشه، یعنی شما میخوای سوال درستی میرسی امیرتاها سید امیرتاها طباطبایی با خودکار آبی راحت، تو خواستی با مدال بری میخوای با خودکار بشی فرق نداره. خودکار اسم باید با خودکار بشه، بالای هر سوال نمیشه، یعنی عکس سوال هم باز میکنم بالاش نمیشه روش سید امیر دادن، نه اینکه بالای صفحه بنویسی بعد تو سوال دو و سه و اینا دیگه اسم نداشته باشه، اون به درد من نه به درد من نمیخوره. هر یه سوالی که باز میکنی باید چی داشته باشه؟ باید اسم داشته باشه. صورت نمیخواد، نه صورت نیاز نداره، راه حل تو می‌نویسی عکس می‌گیری می‌فرستی، خواستی پی دی اف کن خواستی عکس بفرست دیگه، چیز دیگه این نه به جز همین دوتا، این دوتا رو می‌تونی بفرست. بهراد بگه از همه سوال های امتیازی فقط برای آزمونایی توی خود سال تحصیلی هستن دیگه. سلام در سوال دیگه ای ندارم. نه چون که وقت کم داریم پخش نمی کنم، اگر که سه شنبه وقت برسه میذاریم. البته هنوز دو تا از بچه ها ویدیوشو نفرستن، اون که به کنار یکی فرستاده، ولی اونا که بفرستن نفرستن نمراشو نمیگیرن در جریان باشه. بفرستن بعد اگر وقت شد سه شنبه میذارم، چون که یه ذره وقتمون کمه امروز و فردا، ببینیم که چجوری میشه. میتونید پولوکوپی ها رو برای اون دوباره بزنید سایت، چون که ما مثلا دانلود میکنیم. بله این سوال این امتحان سوال میرز نه بله فقط همین سوال قربان اصلا پاورپوینت های هفته خب فارسا بگه یا که نه یادم نیست ممکنه پاک کرده الان قاعدتا
بله امروز پروکوپی رو هم کنید شما میزان کاری که باید انجام بدید انجام بله بله گفتم پروکوپی ها رو میذارم هر چرتا پروکوپی رو فایل خواهش میتونید استفاده خب سوال امتیازه نمیان و همین چرتا پروکوپیه و میخواستم بگم سطح سوالا سخت‌تر از پروکوپیه نه مثل پروکوپیه یادم نیست ممکنه پاک کرده الان قاعدتا دیگه در حال نگاه کنم معمولا میخوام پاراپاکت جدید بذارم آها یه دونه پاراپاکت فقط داشتیم دوشنبه که من نبودم واکسن رفته بودم بزنم سلام استاد خوب هستی سه شنبه که چیز بوده پرسش بوده پاراپاکت من خواستم بدونم امتحان چند دقیقه زمان داره قربان آها من فکر کردم اول فاز بگه خسته نباشی سلام استاد من دو تا چیز میخواستم بگم استاد یکی این که سوال های امتیازی که هر روز میدادیم تو امتحان میاد مثلش مشابهش میاد نه در حد پولوکوپی هست ولی از سوال های ساده پولوکوپی ها انتخاب شده ساده که نه از سوال های متوسط پولوکوپی ها انتخاب شده از سوال های سختش ها انتخاب شده بلا شد یه چیز دیگه هم میخواستم بگم میشه لطفا البته فکر کنم گفتی ولی یه پاورپوینت فلان نیکار میگه اون پاورپوینت هایی که ازش آزمون میاد و گفتی دوباره میذارم درسته؟ سلام خیلی ممنونم گفتم زمانش آقای سلیمانی خدمت رو پردام خیر هر سلام میگه بعد از همونا میاد دیگه کل سلامت یعنی از همون روز اول تا الان میاد مرسی استاد سلام استاد خوب هستید ببخشید من اینترنت کلاس ضعیف شد و اینکه اون سوال سوال می‌خواستم بدونم که من نشینم تعداد سوال چند تا بود سوال امتیازی نه هشت نه شرمنده پاورپوینت ها رو من هر هفته پاک میکنم اصلا اول سال هم گفتم این پاورپوینت ها رو بردارم من هر هفته پاورپوینت جدید بذارم پاورپوینت های قبل پاک اگر دو تاش دو بخشی بود بخشی بخشی من براشون فرستم اگر سلام دیدم من تو گروه نیست اگر سلام نایدم نه من نمیذارم دوباره نه سلام آقا سلیمان بله داشتم شما گفتین دو تا سوال که ما داریم بخشیه یعنی چند بخش داره توی امتحان این بخش ها جدا شده سوالای گوناگون جدا شده یا نه هم توی خودشه چون این میاد رندومایز میکنه امتحان میاد سوالا رو جابجا میکنه پنج تا است که دو تاش تو بخش داره آقای بودرزی یعنی سوال رو تایپ کردم من گفتم سوال اول سال دو تا بخش یعنی اینکه نمیشه معادلات از این هر کنید الف ب میشه دو بخشی نمیدونم خیلی هم چیز پیچیده اصلا سوال من این بودش که مثلا وقتی که همون اسممون رو نوشتیم که همه سوالای دو بخشی بنویسیم مثل همون گفتین سوال یک و از دو جدا کنید میخواد مثلا الفم که انجام دادیم زیرش خط بکشیم بنویسیم به یا نه نمیخواد سام بگه نه عکسشو نه درسته یه دونه عکسه منظورم این بود که اهم جدا شد من با سلام
مثلا ممکنه سوال امتحان از سوال امتیازی ها بیاد؟ نه یه سوال دو تا بخش داره دیگه، شما جفتش رو یه دونه عکس می‌نویسید. بله استاد سلام استاد، من سوالی می‌دیدش که می‌تونید وقتی امتحان دادین از سوال امتحان پی دی اف برای ما بارگذاری کنید که ما سوال های امتحان ذخیره داشته باشیم. خیلی ممنون، خسته نباشید. میشه یه نمونه مثلا سوال دو بخش رو مثال بزنیم؟ نه یه آه خط که آره، ولی یه دونه عکس باشه دیگه معلوم باشه. آره آه این شکلی آره مرسی. آره 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 قربان آبتیم میگه الان خوبه؟ سلام باش، من متوجه نشدم توی امتحان سوال یک و توی عکس و بخصی سوال دو توی عکس دیگه تکراری جواب نمیدم، گوش نمیکنم. سومین بار این سوال پرسیده میشه. امیر حسین بگه. بعد میشه اول فاز بگه. خب بس شد خدا شد، من موبایل هم قطع کنم. خب بریم سراغ پولوکوپی چهار ادامهش. به نام خدا. خب تساوی کسری داریم، دو طرف فقط کسرن، گفتیم که باید چیکار کنیم؟ ضرب کنیم، طرفی وسط این کار، این در این ضرب میشه، اینم در این ضرب میشه، دو در اینا ضرب بشه، دو در پنج میشه ده، دو در یک ایکسون میشه دو ایکسون، اینجا سه در اینا ضرب بشه مساوی میشه سه در دو میشه شیش، سه در یک ایکسون میشه سه ایکسون. خب شیش میاد این ور، دو ایکسون میاد این ور، پس ده منهای شیش که میشه چهار مساوی است با سه ایکسون منهای دو ایکسون. خب سه ایکسون منهای دو ایکسون مخارجشون یکیه، از هم کم میشه میشه یک، از چهار مساوی یک ایکسون. خب دو طرف تساوی معکوس میکنم، چرا شما یک ایکس رو خب ما ایکس رو خب ایکس مساویه یک چهار. خب قسمت آخر سوال یک، اینجا یک من هسته چهار هم میشه یک چهار. خب این رو چیکارش کنیم؟ اینجا این شکلیه، چیه؟ ایکس دوه علاوه 3 تقسیم بر x به علاوه 1 منهای x تقسیم بر x به علاوه 1 مساوی است با 1 ببخشید x تقسیم بر 1 اشتباه منهای x تقسیم بر 1 مساوی 1 چون. خب منفی x میشه منفی x تقسیم بر 1 دیگه، x یک با x یک. حالا میخوام ما این دوتا رو مخرج مشترک بگیم، مخرج این یکه مخرج این x به
علاوه یک. نمیتون بیاریم یا به اضافه x میکنیم تو مخارج مرتبه یک ما تا حالا به اضافه نداشتیم یا چون چیزی نیست چون صورت مخارج کسر رو به اضافه یک بکنیم کسر عوض میشه مثلا یک دوم به اضافه یک بکنیم چون دو سوم یک دوم که با دو سوم یکی نیست باید ضرب بکنیم پس یک رو ضرب در x به علاوه یک میکنیم که بشه x به علاوه یک و خب x هم طبیعتا باید ضرب در x به علاوه یک بکنیم خب چی میشه؟ این شکلی میشه چه x2 به علاوه 3 تقسیم بر x به علاوه 1 منهای خب x در x ضرب میشه میشه x2 x در 1 ضرب میشه میشه به اضافه x تقسیم بر 1 به اضافه x ضرب در 1 میشه میشه هم x به علاوه خب حالا مخارج مساوی 1 4 حالا مخارجشون یکی هست اینا رو جمع و تفریق مرجون تفریقه تفریق کنیم چه x2 به علاوه 3 منهای x2 منهای هر جفتشون منهایش تقسیم برای x به علاوه 1 مساوی با 1 4 خب x2 منهای x2 که میشه 3 پس میشه چی؟ میشه 3 منهای x تقسیم بر x به علاوه مساوی 1 4 طرف این وسطه میکنیم پس 4 در اینا ضرب میشه 4 در 3 میشه 12 4 در منفی x میشه منفی 4 x اون برم 1 در x به علاوه 1 میشه هم x به علاوه 1 خب منفی 4 x بیادیم و یک بیاد این بر نتیجه میشه که 11 مساوی 5 x پس قسمت دو x مساوی 11 اولش که متوجه شدم اونجا یک چهارم کردیم بعد x رو تمام دو سوال خودشه بعد این x به روی 1 ارسلام x علاوه 1 به ضرب در x علاوه 1 این چیه اصلا سلام چی شو متوجه نشد چی شو واسه مثلا فرض میگیریم مثلا باید مخارج رو دو تا کس رو ترانسفر با هم دیگه جمع و تفریق کنیم باید مخارجشون یکسان باشه تا مخارجشون یکسان نباشه نمیتونیم این کارو کنیم مخارج مشترک باید بگیریم مخارج این یکه مخارج این x به علاوه یک اینو ضرب در x به علاوه یک میکنیم که مخارج این هم میشه x به علاوه یک وقتی مخارج رو ضرب در یک عدد میکنیم صورت هم باید ضرب در همون بکنیم که مقدار عوض نشه اینجا عدد نیست عبارت وقتی مخارج ضرب در x به علاوه 1 می‌کنی میگم الان شما مثلا در x به علاوه 1 کردید شد الان الان من شما مخارج مشترک گرفتین درسته اصلا میگم برای اینکه مثلا من یه راه دیگه که مخارج مشترک بگیریم الان اینجا x به توان 2 خب هم باز هم ضرب 5 بکنیم هم اینو ضرب در x به علاوه 1 x به توان 2 همون x ضرب در x این برام در واقع ضرب در یک کردیم یه دونه از این ایکس رو با این ایکس پایینی بزنیم مخرج این میشه یک مخرج اونم میشه یک آره اول باز بگیر چی؟ بله بله یعنی مثلا اگر چیه؟ چیه؟ ایکس به توان دو چیه؟ مثلا تقسیم برای یکی بود میتونستیم این کار کنیم درسته؟ خب نه نه تا وقت شما وقتی اجازه داری صورت و مخرج کسری رو با هم دیگه ساده بکنی که جمع یا تفریق نباشه حتی
یعنی بیشتر توی مخرج، تو مخرج اون جمع تفریح مواد باشه، باز فقط ضرب و تقسیم. سلام آقا جعفری، جمع تفریح دیگه اجازه صادر کردن نداریم. باز تاکیدم رو که مخرج باشه اینکه این صورت باشه یه کارایش میشه که ولی تو مخرج باشه اصلا نمیشه. من تا اینجاش رو فهمیدم، بعد اومدیم بقیهش رو حل کردیم دیگه، یعنی چیز خاصی که بینش نبود. آره اگر مخرج ایکس خالی بود میتونستیم ساده کنیم، من تا باز ساده کردنش اینجوری میشد که این که با این ساده میشد، میشد ایکس میومد بیرون این سه سرجاش میومد، میشد سه ایکس رو میشد ایکس به اضافه سه ایکس. استاد باشی من متوجه گفتم شرایطی داره منفی ایکس به توان دو منهای ایکس، یعنی ایکس به توان دو. خب رادیم بگه به علاوه ایکس قرینه شد. سلام، بله بفرمایید. نه من مخابر سر گرفتیم و بعد حلش بله نیکار بگه. آها اینجا پشت کسرش چیه؟ منفیه. خب شما منفی رو میتونی بدی به صورت، میتونی بدی به مخرج، اما اینجا نمیتونی بدی به مخرج. یعنی در حالت کلی منفی که پشت کسر باشه هم میتونه مال صورتش باشه، هم که نه، یا میتونه مال صورتش باشه یا میتونه مال مخرجش باشه، اما اینجا ما به مخرج نمیتونیم. چرا؟ چون که بخواهد مخرج مشترک بگیریم، شما اینو منفی بکنید این مخرج مشترک نیست، این x برابر 1 این منفیه، x منهای 1. پس مجبوریم بدیم به صورت، بدیم به صورت به همه جهات صورت میرسه، میشه منفی x2 منفی x، بعد جمع میکنیم میشه 3x، x2 به علاوه 3 منفی x2 منفی. آره آرسا بگم نه تکراری نیست. اینجا شو الان داشتم توضیح میدادم که این منفی رو میدیم بهش. میکروفون تا قطع کن صدای خودم میشه. این منفی رو میدیم بهش میشه منفی x2 منفی x. خب حالا میام جمع میکنیم دیگه، چون مخرج اون یکیه، میشه x2 به علاوه 3 منفی x2 منفی x. یه دونه مخرج رو مینویسیم، x به علاوه 1 مینویسیم تو مخرج، و این وقت که یک چهارمش هست x2 با منهای x2 میره یه سه میمونه و یه منهای x شد سه منهای x، مخرجم که x برای یه مساوی یک چهارم. حالا طرفی وسطه میکنیم، چهار در این نظر میشه چهار در سمت دوازده، چهار در منفی x که منفی چهار x مساوی است با یک در اینا، یعنی خود x برای مساوی x برای. خب منفی چهار x بیادیم و میشه مثبت چهار x، یک بیادیم و میشه منفی یک، میشه 11 مساوی 5 x، پس x میشه 11. خواهش میکنم، سلامت باش. حالا باش، خدافظی نکن. بهراد بگه آخرین نفر من تو راقا سوال بگه. بله بله میخواستیم میتونستیم، ولی دیگه بعدش مخرج مستقیم نمیتونستیم دو تا رو جمع کنیم دیگه، مخرج همون فرق میشه. خب بریم سراغ سوال دو. میگه به ازای کدام مقدار بی در معادله فلان برای x جواب وجود نداره. گفتیم برای اینکه برای x جواب وجود نداشته باشه این باید صفر باشد، این صفر زارن جونیور صفر صفر شود، این صفر نشود. خب برای اینکه این صفر بشه بی من های 5 مساوی صفر بشه، یعنی بی مساوی 5 بشه. خب و اگه بی مساوی 5 بذاریم این سمت راست اون صفر نمیشه، حل مشکلی نه.
سوال سه به ازای کدام مقدار به در معادله فلان برای x بی شمار جواب وجود دارد؟ خب گفتیم برای اینکه بی شمار جواب داره داشته باشه ضریب x صفر بشود، اون طرف تساوی هم صفر بشود. خب برای اینکه این ور صفر بشه بی منهای دو باید مساوی صفر باشه. اگر بی شمار جواب وجود داشته باشد یا بی باید جواب وجود داشته باشد مساوی دو باشه. خب چرا 6 نه؟ چون 6 این برای 0 میکنه، این برای 0 نمی کنه، برای به ازای بی مساوی 6 جواب نداریم. مادر ما تا اینجا فرصده که به ازای چه مقدار به بی شمار جواب داره. بنویسیم آقا بخشید ما لازمه که حالا جای گذاری کنیم اون بی رو به جاش بگیم پنج و بنویسیم و حالا به اون جواب برسیم یا نه نیازی دارن برای قسمت دوم برای این نمیشید بی منهای پنج مساوی صفر یه جواب که ایکس هم بعدا میاد رو سمت چپ تساوی خیر اگر بی 6 باشه جواب نه اگه بی دو باشه بی شمار جواب بده اگه غیر از اینا هر یه دیگه باشه بی منهای پنج مساوی صفر و بی و پنج میشه صفر مساوی صفر اما چون گفته جواب نداره ایکس چون میاد اون ور میشه ایکس مساوی صفر دیگه درسته؟ نه 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 نیاز خواهش آفتیم بگه بله نه الان این راه حلتون رو من دارم میگم واسه همین چیزی نوشتی دیگه x که سمت چپ هست منظور رو نفهم آه بله من نه صفر بیا پنج بذاریم میشه صفره ضرب صفر ضرب در 3 که میشه صفر صفر ضرب در x میخوای 5 دوم قسمت خیلی مهم که همچین چیزی هم میخوام بده نیست برای همین x جواب نده چی ضرب در 0 بشه میشه 5 دوم هیچ سوالا بود اونجا هیچ کس درست جواب نده بود جز نفر آخر نفری که رساله و اصلا برای دیگه b منهای 5 باید 0 بشه پس b میشه 5 اگه آخر کلاس داشتم میدونم راجع به این پرسا بگم خیلی مهمی داره اوکی دست ندارم خاصن همش خانه یتار و تو کلاس قسمت خیلی مهم که منظور تا اگه میشه ازش سوال سخت تر کرد بله سوال امتیازی آخرمون عین همه سوالا بود منتها هیچ کس درست جواب نداد و بجز نفر آخرینی آخرین نفری که ارسال کرده بعد اگه وقت شد بعد آره سلامت خب سوال چهار اینشو داشتیم توی مثال همون تا نوشته بودیم که چی اونجا پنج عدد صحیح بود گفتیم که سه تا راه داره و هر سه تا راه هم توضیح دادیم گفتیم هر سه تاش هم قابل قبوله راه سادهش این بود که میمادیم مجموعه رو تقسیم بر تعداد میکرد گفتیم به شرطی که فرد باشه خب حالا اینجا فرد نیست ببینیم چه مشکلی ایجاد میشه بگیم آقا 72 رو اگر تقسیم بر 6 بکنیم میشه 12 خب این گفته مجموعه 6 عدد صحیح فرد 12 که فرد نیست پس اشتباه کردیم نگاه کنید رو میگیم آقا اگر 5 تا عدد باشه میگفتیم اگر اینو تقسیم بر این کنه عدد وسطیه به دست میاد خب اگر 5 تا عدد باشه عدد وسط معنی داره این عدد وسط خب یعنی اگر فرد باشه عدد وسط و
اگه زوج باشه عدد وسط اول کیه؟ اینه؟ نه. اینه؟ نه. و قبل این دو تاست، بعدش سه تاست، قبل این سه تاست، بعدش دو تاست. خب پس عدد و الان ما این هفته رو به تقسیم 6 کردیم، چی به دست آوردیم؟ این وسط به دست. خب که چقدر؟ 12. که از قضا فردم نیست که درسته، نباید هم فرد باشه. خب چون وسط این فرد است. خب اگه این 12 بعدیش میشه 13، اینم میشه 11. بین دو تا فرد افتاده دیگه، 13 و 11. این میشه 9، این میشه 7، این میشه 15، اینم میشه 17. یعنی بزرگترین عدد ما چنده؟ 17. پس اگر فردم نبود میشه از این راه رفت، ما تا حواسمون رو جمع کنیم که چی کار داریم. خب راه های دیگه هم که دیگه توضیح دادیم، دوباره حل نمی کنیم. x و x برابر 2 اینا می نویسیم، جمع کنیم. معادله. سوال پنج، مساحت مربع زیر را بیابید. این دو تا ضلع مربع باید با هم دیگه یکسان باشه، چون از ضلع مربع با هم برابرن. پس سه آی به علاوه 2 قاعدتا باید مساوی باشه با آی به علاوه 10. آی میره این ور، 2 میره این ور. پس سه آمن های آ که میشه 2 آ مساوی است با 10 من های 2 که میشه 8. پس آ میشه مساوی 4. اگر آ شد 4، آی به اضافه 10 میشه 14. خب پس مساحتمون چی میشه؟ مساوی میشه با 14 ضرب در 14 که میشه 196. سوال یه دقیقه علی بگه. سلام، باید بفرمایید. سوال الان برام پیش اومد. از اون دو تا سوال قبل بود که مثلا گفت که ما اگه مثلا بگیم که پنج عدد فرد نمیشه، چون جمع پنج تا عدد فرد زوج نمیشه، باید یه عدد فرد مثلا 75 اگر بود خوب میشه. بعد 75 رو تقسیم بر 5 میکردیم میشد 15، میشد 15 و 13 و 17 و 11 و 19. بله؟ آقا سلام مجدد. نه اسلاید قرد نمیم، اصلا برگشت نداره. سوال داشتی باید میپرسید. خب قاعده دوم سوال شده که مینویسیم x و x به علاوه 2. خب سوم این x باید بنویسیم x به علاوه 3 یا نه؟ نه 4 دیگه، هر کدوم باید دو تا باشه. رضا بریم تا آخر کلاس، چون شما کلاستون خیلی سوال می‌پرسن هم به کار اصلی هم نمی‌رسن. بریم اگر وقت شد باشه یه دونه دیگه. خب پارسا بگیره. خیلی سلام آشه، من تنها سوال این بودش که ما به نظر شما یعنی کدوم راه بهتر از اون ستارهایی که گفتیم برای سوال 4؟ این راه؟ نه 4 دیگه، هر کدوم با هم دیگه دو تا فاصله داریم، یعنی که نه دایره بذاریم مشکل نیست. بله باش. بهراد بگه. این دست تو بیار پای من، نه تو چجور دستت نمیاد پای من. سوال پنج مورد خاص اشتباهی اونجا مستطیل توی عکسش اینی از ام بوده، یعنی تو امتحان هم امکان داره از ام باشه. قاعدتا این رو نه، من اصلا برای توضیحش گفتم جواب درایور نزن، ولی بالاخره یه چیزی باید بنویسه دیگه. اما اصلا این چی نه 12 13 15 آره. هر سلام بگه.
چقدر من تأکید کردم که شکل مهم نیست. من البته این شکل رو نکشیدم. من اینو تایپ کردم. تایپش با آنگه. من اینو نوشتم. دادم تایپش کردم. خب مال قدیم هم هست. سوالش مال چند سال پیش. منطقه ما گفتیم که تو هندسه چیه؟ ظاهر شکل مهم نیست. آره اصلا شاید از قصد تو امتحان مثلا اینو بدیم به این مربع. وقتی ما گفتیم مربع مربع اصلا شاید این شکلی بود ما بگیم مربع نه شوخی میکنم این شکلی دیگه نمیتونه باشه ولی مربع مستطیل مثلا نزدیک من باشن نه مهم نیست. هرچی سوال گفته هرچی عدد داده هرچی اطلاعات گفته ما از دوباره ظاهرش یک اصلا اهمیتی نداره. استاد من سوال می بودش که مثلا اگه بخوایم مساحت این مربع رو به صورت جبری در بیاریم میشه سه آ دو تو پرانتز بر آ اضافه در دیگه درسته؟ نه ما که اصلا کلدن پارسال هم دیگه تعدیل کرده شد که مدرسه تعدیل کرده اگه حضوری شدیم بعد هم میتونیم پاشا رو به تعدیلی ها دردیم ولی آنلاین باشیم که هیچ تعدیلی دردیم نیستیم. مثلا ما کنیم مثلا من اول اومدم آ رو در سه آ ضرب کردم شد سه آ دو خیلی آ رو در دو آ بعد جان سلام در آخر شد در آخر شد سه آ دو به اضافه دو آ به اضافه سی آ به اضافه بیست سه آ به علاوه دو بعد ضرب در آ بعد یه دو آن داره چون یه دو آن در آذر میشه دیگه. یه بار دیبه بود بله درست جواب درست اصلا خواهد چهار در رو بذاریم جای آ که جواب اون چیز نمیشه که جواب اون صد و جواب 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 چی بود؟ سه آ دو به اضافه دو آ دیگه نداره دیگه سه آ دو به اضافه سی و دو آ به اضافه بیست دیگه درسته اینو گفت ها درست نه دیگه شما خود دو آ رو با سی آ جمع کردید شده سی و دو آ دیگه دو آ نداره که. خب بریم سراغ میشه دیگه تو اشتباه کرده بودی یه دو آ اضافه گذاشته بودی الان سه آ دو میشه سه ضرب در شونزده این که میشه چهل و هشت به اضافه سی و دو آ که میشه سی و دو ضرب در چهار میشه صد و بیست و هشت به اضافه بیست که میشه صد و هفتاد و شش با بیست میشه صد و نود خب بریم سراغ سوال بعدی. سوال 6 گفته عدد 45 را به 3 قسمت مساوی طوری تقسیم کنیم که هر کدام 5 باید از دیگری بزرگتر باشه. در واقع مثل همون سوال 4 میگه 3 تا عددی که فاصله شون با هم 5 تاست ما گفتیم عدد فرد هم مثلا عدد زوجن که فاصله شون با هم 2 تاست میگه فاصله شون 5 تاست مجموعش میشه 45. خب ما میگیم 45 تقسیم بر 3 میکنیم میشه 15. خب 15 وسطیه گفتیم اون چیزی که بلد عدد وسط 5 تا قبلش میشه 10 5 تا بعدش هم میشه 20 که جمع این عدد میشه 45 درست. خب سوال 7 میگه 6 سال پیش سن علی 3 برابر سن حسین. خب ما 6 سال پیش سن علی رو میگیریم x سن حسین رو میگیریم y. خب پس x مساوی 3y بود. اکنون خب اکنون یعنی 6 سال بعد از x و y. خب میگه مجموع سنشون 92 یعنی x به علاوه 6 چرا؟ چون x سن علی 6 سال پیش بوده 6 تا باید بهش اضافه کنیم به اضافه اکنون به اضافه y به اضافه 6 خب که سن الان حسینه مساوی 92 6 و 6 میشه 12 میره اون برمشه منفی 12 پس
x به علاوه y مساوی میشه با 80. خب حالا به جای x میذاریم 3y، میشه 3y به اضافه y مساوی 80. خب 3y به اضافه y میشه 4y، 4y مساوی 80، پس y مساوی 20. اگر y مساوی 20 x هم که 3 برابر جدید مساوی 3 y مساوی 3 ضرب در 20 مساوی 60. خب پس 20 داریم و 60 منطقه اینه 6 داریم سن اکنان میشه مخادی به اضافه 6 که بعدا مردم رو 6 داریم 46 سوال. بله، اول باید بگه. سلام آقای زعفرانی، خسته نباشید. ببخشید من تو سوال 6 میخواستم بپرسم که من از اون راه رفتم که میگیم x x به علاوه 5 x به علاوه 10، این راه هم جواب میده تو این سوال؟ چون 5 تا 5 تا بود من یکم شک کردم. 66 و 20. خیلی ممنون آقای. راههای مختلفی هست، ممکنه یکی اینجا گذاشته باشه x حاصل نگرفته باشه 3x، اونم قابل قبول. ممکنه یکی حسین و علی اکنون رو گرفته باشه 92، بعد منهای شیششون کرده باشه، بعد زرد کرده باشه. آهای مختلف اول پاس دست رو بیار باید. تو چرا دست رو نمیاد پای من جواب تو هم خیلی عجیب. آریان بگه سن علی 6 سال پیش ایگره رو گرفتم سن حسین رو بالاش نوشتم. آه نه درست، سن علی رو نوشتم. آه بعد اون موقع رو واقعا سن علی رو پارسا بگیر مشتری ثابت هم ایگره رو واقعا سال بعدم. آهان اوکی دستم دارن کسید خسته هم شید میشه نه آهان آها نه توضیح دادم دیگه، گفتم بستگی داره که شما مثلا بگم یه سوالم ایکس رو گیری یه تو کی بگیری. من ایکس رو گرفتم سن علی 6 سال پیش فرق نیومده، نمیتونی ایگره رو گرفتم سن حسین 6 سال پیش بالاش نوشتم. اگه اینجا می نوشتم یعنی سن اکنونش اینجا نوشتم، پس اون موقع واقعا سن علی 3 برابر سن یعنی ایکس مساوی 3 وای که شبیه، اما اکنون بعدا گفتم ایکس به علاوه 6 رو وای به علاوه 6 مساوی 92. میشه الان آره خواهش میکنم سلام آره بهرادم بگه بگم آها خب سوالتو بله خیلی ممنون. این سوال ببین اونجا گفته که مثلا 6 تا عدد فرد متوالی هم با هم دیگه جمع شدن، اینجا میتونست بگی که 3 تا عدد هم که با هم دیگه 5 تا فاصله دارن و با هم جمع شدن و جمعشون شده 45. یعنی جور دیگه میتونست این سوال رو مطرح کنه که بگی آقا 3 تا عدد هم که با هم جمع شدن فاصله شون با هم دیگه 5 تا، یا مثلا میتونست بگی 3 تا از مدار 5 که این هم مدار 5 10 و 15 و 20 سه تا از مزاره پنج با هم دیگه جمع شدن حاصلشون شده 45. هر کدوم پیدا خواهش. خب بریم سراغ توان، خیلی وقتم کم شد.
یه سری قوانین توان رو با هم دیگه دوره میکنیم و مثال حل میکنیم. خب میگه که آقا اصلا توان چیه؟ هیچی، عدد چند بار که در خودش ضرب بشه توان میگیره. مثلا اینجا 3 ضرب در 3 ضرب در 3 ضرب در 3 ضرب در 3 میشه 3 به توان، چون 5 تا 3 که تو هم ضرب شد. حالا 1، هر عددی غیر از 0 به توان 0 مساوی 1 است. پس هر عددی اگر به توان 0 برسه میشه 1، اما خود 0 نه. چرا؟ اصلا چرا توان 0 میشه 0؟ خب اینو باید ببینیم اصلا چرا. خب میگیم که مثلا ما میدونیم که اگر که پایه ها برابر باشن، 10 به توان مثلا 5 تقسیم بر 10 به توان 3 میشه چی؟ پایه ها برابر، توان ها از هم کم میشه، میشه 10 به توان 2، جزء قوانین توان. خب در واقع میشه 10 به توان 5 منهای 3 که میشه 10 به توان. خب اینو میدونیم. حالا اینو چی میگی؟ اینجا نگاه کن، ما داشته باشیم مثلا 5 به توان 5، حالا فکر نکنید که باید توانش حتما مثل خودش باشه، 5 به توان 6 تقسیم بر 5 به توان 6، این میشه چی؟ 5 به توان 6 منهای 6 یعنی 5 به توان 0. خب پس اینجا پنج به توان 3. آقا از این طرف پنج به توان 6 نه، پنج به توان 6 ساده نشه. چرا ساده نشه؟ یک، این مساوی یک. پس پنج به توان 0 شد یک. برای هر عددی همینا میتونیم بنویسیم، ما تا برای 0 نمیتونیم بنویسیم، چون میشه 0 مثلا به توان 6 تقسیم بر 0 به توان 6، گفتیم تقسیم بر 0 نداریم، پس 0 به توان 0 هم نداریم. اما هر عدد دیگه به توان 0 برسه میشه یک، حتی اگر منفی باشه، به شرطی که تو پرانتز باشه. خب در ضرب عدد توان دار، اگر پایه ها یکسان باشد توان ها جمع میشن. خب اینجا پایه هاشون یکسان هست، توان هاشون با هم جمع میشه، آ و آ، این میشه 5، این هم 8، با هم دیگه جمع میشه میشه 13. در ضرب عدد توان دار، اگر توان ها یکسان باشد پایه ها رو در هم ضرب میکنیم. حالا اگه توانشون یکسان بودن پایه هاشون دارم جمع میشه، 6 و 6 پایه هاشون آبه، پایه هاشون دارم جمع میشه، آبه به توان 6 میشه. 4، اگر عدد توانداری دوباره به توان برسد توان ها در هم ضرب میشن. اینجوری مثلا آبه توان 6 به توان 2 میشه آبه توان 6 ضرب در 2، به شرطی که پرانتز باشه، پرانتز نباشه فرق میکنه. الان میشه آبه توان 6 ضرب در 2 آبه توان 12، اگر پرانتز نداشته باشی آ به توان 6 به توان 2 یعنی آ به توان 6 به توان 2 یعنی آ به توان 36 که خب با آ به توان 12 خیلی فرق. پس پرانتز مهمه که باش. توان دوم یک عدد را مجذور یا مربع میگن، توان سومش هم مکعب. عددی که مربع یک عدد طبیعی شد را مربع کامل، و عددی که مکعبه ای که دلتاری باشد و مکعبه کامل. خب مثلا 4 چیه؟ 2 به توان 2، پس مربع کامل. 36 چیه؟ 6 به توان 2، پس مربع کامل. 8 چیه؟ 2 به توان 3، پس مکعبه کامل. 125 چیه؟ 5 به توان 3، پس مکعبه. و آخرین نکته، توان زوج اعداد منفی را مثبت می‌کند ولی توان فرد تغییری در علامت عدد نمی‌دهد. چرا؟ مثلا منفی 5 به توان 2 اگر برسه میشه مثبت 25. علتش چیه؟ چون میشه منفی 5 ضرب در منفی 5 که منفی در منفی میشه مثبت میشه 25. حالا منفی 5 اگر به توان 3 برسه میشه چی؟ منفی 125، منفیش از بین نمیره چون توانش فرده. چرا؟ چون میشه منفی 5 در منفی 5 در منفی 5، اون وقت منفی در منفی میشه مثبت، اما دوباره مثبت در منفی میشه منفی. خب بریم سراغ مثال، چه 3-4 تا مثال بتونیم حل بکنیم چون خیلی وقتمون
کم شد تو کلاس های دیگه این دوتا اسلاید کلن هر کرد. خب پنج به توان دو، پنج به توان دو، پنج به توان دو، پنج به توان چند تا پنج به توان دو؟ پنج تا پنج به توان دو، پس میشه پنج ضرب داره پنج به توان دو. آقا شما در مورد ضرب عدد توان دو گفتی، در مورد جمع و تفریق چیز نگفتی؟ آقا قانون نداره، جمع و تفریقشون قانون نداره. یا حالت اینه که مثل اینه که همشون مثل هم انتونیم، هم میتونیم بگیم فاکتور گرفتیم، هم میتونیم بگیم که خب این میشه پنج تا پنج به توان دو دیگه. یا اینکه فاکتور بگیریم، غیر از این باشه بعد حاصلشون رو حساب کنیم با هم دیگه جمع کنیم، راهی نداره، قانونی نداره. خب اینجا 5 ضرب در 5 به توان 2 یعنی 5 به توان 1 ضرب در 5 به توان 2 که میشه 5 به توان 3. بعدی 2 به توان 3، 2 به توان 2، 2 به توان 5. پایه ها برابر، توان ها با هم جمع میشه 2 به توان 15 و 5 میشه 20. اینجا جمع عدد توان داره که با هم دیگه هیچ نسبتی هم ندارن، قابل فاکتوریه میشون 2 به توان 0. پس حاصلشون رو اضافه کنید، 2 به توان 0 میشه 1، 2 به توان 3 میشه 8، 8 به اضافه 1 میشه 9. 9 خودش چیه؟ 3 به توان ضرب داره 3 به توان 5. حالا پایه همون یکی شد، توان رو با هم جمع میکنیم میشه 3 به توان. اینجا 3 به توان 5 ضرب در 5 به توان 5، توانا برابر هم پایه ها دارن ضرب میشه که 15 به توان 5 ضرب داره 15 به توان. حالا پایه ها برابر هم توانا با هم جمع میشه که 15 به توان 7. توی یکی نه پایه ها برابر نه توانا. خب اگر بتونیم توانا رو مثلا میکنیم، اگر نتونیم پایه ها رو مثلا میکنیم. اینجا میشه پایه ها رو مثلا میکنیم، چرا؟ چون 4 خودش 2 به توان 2، 16 هم 2 به توان 4، پس میشه 2 به توان 8 ضرب 4، 2 به توان 2 میشه 2 به توان 2 به توان 5، 16 هم 2 به توان 4 میشه 2 به توان 4 به توان 3. خب 2 به توان 8 که سرچش میمونه 2 به توان 8، 2 5 تا میشه 10 تا، این میشه 2 به توان 10، و 3 4 تا میشه 12 تا، این هم میشه 2 به توان 12، مساوی میشه با 8 و 12 میشه 20، با 10 میشه 30، میشه 2 به توان 30. خب توصیه من به شما اینه که هر جا منفی توی کار بود اول تکلیف منفی ها رو مشخص کن. یعنی چی؟ یعنی مثلا اینجا منفی 2 به توان 8 گفتیم توان 2 منفی رو از بین میبره، پس این که میشه مثبت با هیچ حل. اینجا منفی 2 به توان 7، این منفی رو برمی داریم، این منفی از بین میره دیگه، این منفی رو برمی داریم از اینجا میارم اینجا، یه منفی میذارم اینجا دیگه، خیارم برمی داریم عبارت من باید منفی باشد. خب حالا دیگه حلش میکنم، این 2 به توان 8 هم 2 به توان 7، میگم 2 به توان 2 به توان 5 2 به توان 10. خب 8 و 10 میشه 18 و 7 میشه 25 میشه 2 به توان 25. آقا اجازه داریم پرانتز بذاریم؟ نه. چرا؟ چون این 2 به توان 9 بود میشه 2 به توان 24. بچا پرانتز می‌ذاشتی 24 منفی رو از بین برد، ما می‌خوام این بار منفی باشه. چرا؟ اون سمت چپمون منفی، حواسمون باشه، پرانتز الکی خودمون نذاریم. خب اینجا توانا برابر پایه ها داره، من دو سوال داشتم، حالا این توانا منفی به توانا فرض میرسه منفی باشه، پس این منفیش میاد اینجا قرار میگیره، حالا دو به توان هفت، سه به توان هفت، پایه ها توانا برابر پایه ها دارن هم ضرب چه میشه 6 به توان هفت. و اینجا هم همینطور دوباره منفی به توان سه رسیده از بین نمیره، یه منفی میمونه. حالا یه سوال داشتم که میتونی سوال اول 5 به توان دو برای 5 به توان دو یه بار که توضیح بدی، من متوجه نشدم به جاشو. امیرحسین میگه سلام
بله دیگه، اگه پای منفی بود توان سوال بشنم چه مثبت بود منفی تکرار شدنه تکرار میشه. خیلی ممنون، خسته نباشید. بله بله بله. ما بگیم امیر حسین به اضافه امیر حسین به اضافه امیر حسین میشه سه تا امیر حسین، میشه سه اضافه تر امیر حسین. حالا اینجا پیمه تواندو بدو پیمه تواندو بدو پیمه تواندو بدو پیمه تواندو بدو پیمه تواندو میشه پنج تا پیمه تواندو، یعنی پنج اضافه تر پیمه تواندو که خود پنج چیه پیمه تواندو یکی، حالا پیمه تواندو یک زاده پیمه تواندو میشه پیمه تواندو سه. مثلا اگه به جای اینکه مثلا به جای اینکه توانش زوج باشه فرد بود منفی میشد اولی دیگه درسته، بعد در این صورت ما کردیم منفی ها رو. قربان سلام آریان میگه آقای میتونم تشریف ببرم من تا 5 دقیقه یه جواب سوال میدم. یعنی همونجا دیگه فردا رفع اشکال آقای درستشون بخورن سوالاتشون رو فردا یعنی... آریان بگه و اینکه این پاورپوینت هم داخل مدل قرار میدی شما؟ سلام بله. و اینکه آخرین سوال هم اینکه امروز سوال امتیازی داریم؟ بله خیلی ممنون آقای زعفرانی، خسته نباشید، خدا نگهدار. بله بله در واقع سر یک دو سه چهار ششمی بعد داره معرفی زام داره من میشه مستر خاصی رو اضافه کنه بله بله نه امروز و فردا و پس فردا دیگه سوال امتیازی نداریم از اول مهر میشه واسه همین نمیتونیم بزنیم درسته؟ من میگم اولی کلاس گفتید اما شما یه ذره این کردیم اولی کلاس بعد بود قطع وقت شدن متوجه نشن گفتید از سوال امتیازی میاد تو امتحان؟ نه؟ فقط پی دی اف ها دیگه با تکالی بله ممنون تصمیم نه گفتم اگر الان اینجا تاثیر نداره ولی اگه اون توانه بشه 24 اون پرانتز بذاری کارو خراب می‌کنه گفتم اصلا پرانتز نذاری تکلیف مثبت منفی بودن جوابش رو مشخص کنه اگه منفی بود یه منفیه پرانتز بذاری منفی هست میره اگر توانش دو منفی حالا از قضا اینجا هر سه تاشون توانشون فرق اگر توانشون زوج بشه اون پرانتز فرق خراب چی میاد توان اونجا میشد فرق اون وقت آقا ما منفی زب در منفی در دو به توان حالا 24 یا اینکه نه همون مثبت بنویسیم کافیه نه بعد آقا میتونیم حالا این کارو نکنیم بگیم که بره. توان این دوتا منفی دو به توان 7 و منفی دو به توان 7 برابر توان حالا پایشون برابر توان رو با هم جمع خب آقا بهراد آخرین نفر یک جواب بهراد دیگه دیگه بعدش بعد بیایم دوباره اون 4 رو تجزیه کنیم درسته خیلی ممنون آقا خسته نباشین روز اصلا سومی از پایین اولش که دو بتوانه هشته تو خود سوال مثبت بوده ولی منفی بوده شما الان خطا اینه نه دیگه مثبت میشه حتی هیچ چی نمیدیم دیگه منفی و منفی با هم میرن مثلا مثبت دیگه چیزی نه شده مثبت اون سوم یعنی اون دو به توان هفت هم خودش منفی مثبت بوده شما کردینش منفی بله منفی دو در منفی دو میشه مثبت چون برای خب کار جالبی نیست متوجه. آره دوباره من چهار رو تبدیل کنم این دو سلام آقا این شیشومیه که نشه دو به توان هشت دو به توان هشت شما منفی و مثبتش رو تغییر دادین؟ نه
نه منفی بوده چون توان اکنال بوده و منفی خط دو به منفی دو به توان هفت منفی بوده ما خط زدیم منفی شده باید آقا توانش فرده منفی از بین نمیده یاد نزدیم دیگه اگه بخش رو برای تو حل میکنم دیگه اینجا همشون دو باشن به ازای این خواهش علی هم بگه نمیشه یه دونه کوچولو شو حرف کنیم که راحت راحتشه این رو یاد بگیرم بگیرم نه گفتیم چون توانش زوج منفیش از بین میره اولیه منفی دو به توان هفت تو سومی چون توانش فرده منفیش از بین نمیره منفیش از اونجا برداشتیم گذاشتیم اونور تساوی نگاه کن اینجا گذاشتیم بدهی سلام بردم اینجا